دوستان سلام، با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم. در این ویدیو بهتون یک کلمه ربط رو یاد میدم که تو این کلمه با این کلمه چطور یاد میگیرید بگید علارغم. خب کلمه ربط معمولا بهش میگن بالاچ و کلمه علارغم میشه راغمن. راغمن میشه همین علارغم. حالا فرمول استفاده از راغمن چجوریه؟ البته حرف غ اینجا کلمه رغم که میبینید، حرف غ مثل غ فارسی تلفظ نمیشه. یه مکس کوچیک میکنید اینجا راغمن، این آ رو یه مقدار میکشید. معمولا اینجوری تلفظ میشه در لهجه استانبول. فعل بعد پسوند ما میاد، بعد پسوند شناسه. اگر به حرف صدادار ختم شده باشه نمیاریم اینجا. پسوند آ و یا ا بنابر هم‌آوایی صدا. بعد کلمه راغمن رو داریم. اینجا نصف جملمون کامل میشه، بعد میریم سراغ بقیه جمله. حالا فرقی نداره که بقیه جمله چی باشه. هدف از گفتن این جمله اینه که ما راجع به یه چیزی صحبت بکنیم که برخلاف انتظارمون اتفاق افتاده و با این حال ما مثلا ادامه جمله رو انجام دادیم. بریم سراغ مثال که راحت‌تر متوجه بشیم. خب در زمان حال ساده‌ش رو بهتون میگم. اینجا نگاه بکنیم فرمولمون رو. خب فعل رو داریم، پسوند ما یا م بنا به قواعد واجی، شناسه. آ ا رو داریم اگر حرف صدادار نداشته باشیم و اگر داشته باشیم ن رو بین اینها داریم و بعد کلمه رامن. مثلا میگیم که بن یا ماما رامن، یعنی علارغم این که من انجام دادم. سن یا مانا رامن، یعنی علارغم این که تو انجام دادی. او یا ماسنا رامن، علارغم این که اون انجام داد. بیز یا ماموزا رامن، علارغم این که ما انجام دادیم. سیز یا مانوزا رامن، علارغم این که شما انجام دادید. اونلار یا مالارنا رامن، علارغم این که اونها انجام دادن. همونطور که میبینید فعل رو داریم، فعل یاب. بعد پسوند ما، حالا اگر صدای نازک داشت پسوند م. بعد اینجا شناسه چیز رو داریم، م رو داریم که شناسه مختص بن هست. بعد اینجا صدای آ رو داریم. بعدی هم همینطور فعل، کلمه ما، شناسه فاعل، حرف آ. همه اینا رو میتونید دونه دونه به این شکل تفکیک بکنید. بریم سراغ مثال بعدی. بن استمم رامن، علارغم این که من میخوام و یا میخواستم. ببینید من اینجا به زبان حال ساده ترجمه کردم، ولی خب تو فارسی ما معمولا این رو برای زمان گذشته چیز میکنیم، استفاده میکنیم. یعنی تو فارسی معمولا از گذشته حرف میزنیم و میگیم که فلان اتفاق نیفتاد. اینجا ممکنه حرفی که میزنیم راجع به زمان گذشته باشه، ممکنه راجع به زمان حال ساده باشه و یا یک پیشگویی در آینده باشه. بنابراین به محتوای اون چیزی که راجبش صحبت میکنیم ربط داره. حالا بن استممه رامن، علارغم این که من میخوام. سن استممه رامن، علارغم این که تو میخوای. او استمسینه رامن، علارغم این که او میخواد. بیز استممیزه رامن،
علی‌رغم اینکه ما می‌خوایم. سیز ایستم منیزه رامن علی‌رغم اینکه شما نمی‌خواید. ببینید اینجا منفیش کردم. یعنی فعل بعد فعلمون که پسوند مه و یا ما داریم، اگر بخوایم منفی بکنیم پسوند منفی سازمون رو اینجا میاریم. یه مثال دیگه، اونلار ایستم ملرین رامن علی‌رغم اینکه اونها نمیخواهند. ایستم م لرینه، ایستم یعنی خواستن، ایستم م یعنی نخواستن. همین م رو میتونید در اینجا در هر کدوم از اینا اضافه بکنیم. مثلا اینجا اگه اضافه بکنیم اینجا سه تا م در میاد، یعنی ایستم م نخواستن، ایستم م نه چهار تا شد، ایستم م م. گفتنش سخته ولی خب ترک خودشون عادت دارن میگن و شما هم یواش یواش عادت میکنید. مثلا ایستم من رامن، اونجا یه م وقتی میاد منفی میشه. خب اینجا آزاد میذارم شما رو، نوت برداری که کردید، یه بار مثبت یه بارم این وسط م رو که بیارید، همونطور که میبینید اینجا برجسته کردم، سیاهش کردم، میتونید منفیشم بنویسید و سعی کنید که هجا به هجا بخونید. مثلا ایست م م لرینه رامن، بعد اینو سریع تر بکنید. تمام یادگیری های زبان به همین چیزاشه و تمام زبان ها یادگیریش همین جوریه. به خاطر همین اگر کسی زیادی غر میزنه غیر عادیه. به هر حال ما قرار زبان یاد بگیریم، قرار نیست درخت ها و گربه ها و سگ ها یاد بگیرن. بنابراین حوصله بکنید، تمام زبان های دنیا یادگیریش همین چیزا رو داره. خب اینجا لیست و کلن گذاشتم، دونه دونه ترجمه میکنیم میریم جلو. بن گیتممه رامن علی‌رغم این که من میروم. سن بیلمنه رامن علی‌رغم این که تو میدانی. او پیشیرمسینه رامن علی‌رغم این که او میپزد، حالا یه غذایی رو میپزه. بیز گلمه میزه رامن علی‌رغم این که ما میایم. سیز سویله منیزه رامن علی‌رغم این که شما میگویید. اونلار تشکر اتملرینه رامن علی‌رغم این که اونها تشکر میکنند. و همینا اگر برای واقعی در گذشته گفته بشه هم همینا رو میشه گذشته ترجمه کرد. یعنی علی‌رغم این که من داشتم میرفتم، علی‌رغم این که تو میدونستی، علی‌رغم این که اون داشت غذا میپخت، به این شکل هم میتونه ترجمه بشه به نوع محتوا. خب با فعلای مختلف ادامه میدیم. بن کالماما رامن علی‌رغم این که من ماندم. ببین اینجا گذشته ترجمه کردم، فرض کردم که محتوا مربوط به گذشته. سن ساتل آلمانا رامن علی‌رغم این که تو خریدی. او اتورمسنا رامن علی‌رغم این که او نشست. بیز کنوشمامزا رامن علی‌رغم این که ما صحبت کردیم. سیز آلمامانزا رامن علی‌رغم این که شما نگرفتید. اونلار دوی مامالرنا رامن علی‌رغم این که اونها نشنیدند. خب نگاه بکنید اینجا هم پسوند ما رو آوردم برای منفی کردن. دقت کنید اینا رو منفی کردم. همین فعل ها رو میتونید
دونه دونه یک بار برای تمام ضمیرهای فاعلی تمرین بکنید. بعد همین تمرینی که کردید رو پسوند منفی ما رو اضافه بکنید و یک بار دیگه همشون رو منفی بکنید. خیلی جدول تمرینی خوبی میشه براتون. من برای همین فعلای مختلف آوردم که شما بتونید همه رو انجام بدید. اینجا ویدیو رو نخواستم زیاد بلند کنم. خب اینجا زمان گذشته ساده رو توی ساختارمون داریم. خب من این فرمول اینجوری نوشتم. اینطوری که فعل رو داریم به اضافه پسوند دک و یا دیک، بعد اگر خواستیم منفی بکنیم اینجا پسوند منفی رو میاریم، ما دک م دیک بدین شکل میاد. بعد شناسه فاعل رو داریم، بعد حرف آ و ا رو داریم، اگر هم قبل این حرف صدادار داشتیم اینجا چیز ن رو داریم، حرف نه رو داریم، بعد کلمه رامن رو میاریم. حالا بریم سراغ یه مثالی که راحت تر بتونم توضیح بدم، شما هم راحت تر بفهمید. خب ببینید، فعل استمک رو آوردم اینجا صرف کردم و پسوند می رو همینجا گذاشتم. شما یک دور ویدیو رو استوب بزنید بدون پسوند می، به صورت مثبت همه جمله ها رو بنویسید. یه بارم به همین شکلی که میبینید، اینم حالت منفیش هستش. میتونید به شکل منفی بنویسید. حالا معنیاشم چیز میکنم، نگاه بکنید، به همون شکل یادداشت بکنید. با حرف با رنگ سیاه مشخص کردم. میتونید یک بار اون قسمت رو حذف بکنید، یک بار هم همینجوری بنویسید. خب میخونم. بن ایستم دیم رامن، علا رقم این که من نمیخواستم. حالا اگر این م و یا این نه منفی رو از اینجا برداریم میشه بن ایست دیم رامن، یعنی علا رقم این که من میخواستم. یه دونه دیگر رو مثال میزنم. سن ایستم دیم رامن، علا رغم این که تو نمیخواستی. حالا اگه من این می رو اینجا بردارم میشه سن ایست دین رامن، یعنی علا رغم این که تو میخواستی. حالا او ایست مدین رامن، علا رغم این که او نمیخواست. اگه این می رو حذف کنم میشه او استدین رامن، علا رقم این که او میخواست. بیز استمدیم از رامن، یعنی این که علا رقم این که ما نمیخواستیم. حالا این مروور میدارم میشه بیز استدیم از رامن، یعنی علا رقم این که ما میخواستیم. سیز استمدیم از رامن، علا رغم این که شما نمیخواستید. خواستید رو اشتباه نمیشتم، اینجای الف داره. سیز استدینز رامن، علا رغم این که شما میخواستید. اونلار استمدیکلرین رامن، علا رغم این که آنها نمیخواستند. اونلار استدیکلرین رامن، علا رغم این که آنها میخواست. این از اینجا. بریم سراغ فعل های دیگه. اینجا همه رو مثبت نوشتم. کلمه سرماک، من سردوغوما رامن، علا رغم این که من پرسیدم. سن سردوغونا رامن، علا رغم این که تو پرسیدی. او سردوغونا رامن، علا رغم این که او پرسید. بیز سردوغوموزا رامن، علا رغم این که ما پرسیدیم. سیز سردوغونوزا رامن، علا رغم این که شما پرسیدید.
Onlar sorduklarına rağmen, علی رغم اینکه اونها پرسیدند. بریم سراغ مثال های دیگه. اینجا ببینید جفتشو کنار هم آوردم. امیدوارم که این مدلی هم متوجه بشید. من کنوشتوما رامن، یعنی علی رغم اینکه من صحبت کردم، من کنوشمادوما رامن، علی رغم اینکه من صحبت نکردم. سن باکتوما رامن، علی رغم اینکه تو نگاه کردی، سن باکمادوما رامن، علی رغم اینکه تو نگاه نکردی. او سایدوما رامن، علی رغم اینکه او شمرد مثلا یه پولی رو. او سایمادوما رامن، علی رغم اینکه اونها، ببخشید، او نشمرد. این اونها نبود، حالا شما که غریبه نیستید ما اینو از اینجا حذف کنیم. اوکی. او سایمادوغونه رامن میشه علی رغم اینکه اون نشمرد. بریم مورد بعدی. بیز اوکودوغومیزه رامن، علی رغم اینکه ما تحصیل کردیم، درس خوندیم، بیز اوکومادوغومیزه رامن، علی رغم اینکه ما تحصیل نکردیم، درس نخوندیم. سیز دوردوغونیزه رامن، علی رغم اینکه شما ایست کردید، وایسادید. سیز دورمادوغونیزه رامن، علی رغم اینکه شما ایست نکردید. اونلار کردگلارینا رامن، علی رغم اینکه اونها شکستن، اونلار کرمادیکلارینا رامن، علی رغم اینکه اونها نشکستن. حالا اینجا ممکنه یه مفعولی بیاد، مثلا اونلار جامو کردیکلارینا رامن، یعنی علی رغم اینکه اونها شیشه رو شکستن. اونلار باردغی کرمادیکلارینا رامن، علی رغم اینکه اونها لیوان رو نشکستن. مثلا اینجا میتونید یه دونه آبجکت و یا مفعول هم بیارید. خب بعضی وقتا هم ما فرمولمون اینجوریه، فقط فعل نیست، اسم داریم، اگر لازم باشه حرف یه داریم، در صورتی که اسممون آخرش حرف صدادار باشه، چون قراره بعدش حرف صدای آ و ای بیاد که رامن هم پشت سرش بیاد. مثلا فیاتا رامن میشه علی رغم قیمت. باباما رامن میشه علی رغم پدرم، یعنی علی رغم حرف پدرم، علی رغم اونچه که پدرم خواسته بود. مخفف میکنن، کوچیکش میکنن جمله رو، میگن کلا بابا. هوای رامن، علی رغم آب و هوا، اینجا خب از شرایط آب و هوا صحبت میکنه حتما. پروتستویا رامن، علی رغم تظاهرات. خب ببینید اینجا هم چی شده؟ اسم آوردیم و طبق این فرمولمون واسهتون مثال زدیم. هر جا اشکال داشتید بپرسید و امیدوارم که تونسته باشم یه گوشه از یادگیری های شما رو پوشش بدم. امیدوارم که این ویدیو براتون آسون بوده باشه. خوشحال میشم برام کامنت بذارین، لایک بکنین، بفرستید واسه اونایی که لازم دارن و لطفاً با یه لایک هزینه تحصیلتونم پرداخت بکنید. خیلی ممنون، جای دوری نمیره. تشکر. اگه سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید و زنگوله رو بزنید که من معلوم نیست چه موقعی ویدیو میدم نوتیفیکیشن بیاد براتون و مطلع بشید از درسای جدید. هر سوالی هم داشتید بنویسید، من جواب میدم. خیلی ممنون، موفق باشید.